فصل دهم. یقین بدانید که هر کی از در به آغل گوسفندان وارد نشود، بلکه از راه دیگری بالا برود، او دزد و راهزن است. اما کسی که از در وارد شود، شبان گوسفندان است. دربان در را برای او باز می کند و گوسفندان صدایش را می شنوند. او گوسفندان خود را به نام می خواند و آنان را بیرون می برد. وقتی گوسفندان خود را بیرون می برد، خودش در جلوی آنها حرکت می کند و گوسفندان به دنبالش می روند، زیرا صدای او را می شناسند. به دنبال غریبه نمی روند، بلکه از او می گریزند، زیرا صدای غریبه ها را نمی شناسند. عیسی این مثل را برای ایشان آورد، ولی آنها مقصود او را نفهمیدند. پس عیسی بار دیگر با آنها گفت، یقین بدانید که من برای گوسفندان در هستم. همه کسانی که قبل از من آمدند دزد و راهزن بودند و گوسفندان به صدای آنان گوش ندادند. من در هستم. هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد و به داخل و خارج می‌رود و علوفه پیدا می‌کند. دزد می‌آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می‌سازد. اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان به او تعلق ندارند، وقتی بیند که گرگ می‌آید، گوسفندان را می‌گذارد و فرار می‌کند. آنگاه گرگ به گله حمله می‌کند و گوسفندان را پراکنده می‌سازد. او می‌گریزد چون مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم. من گوسفندان خود را می‌شناسم و آنها هم مرا می‌شناسند. همانطوری که پدر مرا می‌شناسد، من هم پدر را می‌شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا می‌سازم. من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند، باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. پدرم مرا دوست دارد، زیرا من جان خود را فدا می‌کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد، من به میل خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم آن را باز به دست آورم. پدر این دستور را به من داده است. به خاطر این سخنان بار دیگر در بین یهودیان دو دستگی به وجود آمد. بسیاری از آنان می گفتند او دیو دارد و دیوانه است، چرا به سخنان او گوش می دهید؟ دیگران گفتند کسی که دیو دارد نمیتواند این طور سخن بگوید. آیا دیو میتواند چشمان کور را باز نماید؟ وقتی عید تقدیس در اورشلیم فرا رسید، زمستان بود و عیسی در صحن معبد و در داخل رواق سلیمان قدم میزد. یهودیان در اطراف او گرد آمدند و از او پرسیدند، تا کی ما را در بی تکلیفی نگاه میداری؟ اگر مسیح هستی آشکارا بگو. عیسی گفت، من به شما گفتم، اما شما باور نمی کنید. کارهایی که به نام پدر انجام می دهم بر من شهادت می دهند، اما شما چون گوسفندان من نیستید ایمان نمی آورید. گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من با آنها حیات جاودان می بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست من بگیرد. پدری که آنان را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا او را سنگسار کنند. عیسی با آنها گفت، من از جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام دادم. به خاطر کدام یک از آنها مرا سنگسار می کنید؟ یهودیان در جواب گفتند، برای کارهای نیک نیست که می خواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کفر تو است. تو یک انسان هستی، ادعای الوهیت می کنی. عیسی در جواب گفت، مگر در شریعت شما نوشته نشده است که شما خدایان هستید؟ اگر خدا کسانی را که کلام او را دریافت کردند خدایان خوانده است
و ما می دانیم که کلام خدا هرگز باطل نمی شود، پس چرا به من که پدر مرا برگزیده و به جهان فرستاده است نسبت کفر می دهید؟ وقتی می گویم پسر خدا هستم، اگر من کارهای پدر را به جا نمی آورم به من ایمان نیاورید، و اما اگر کارهای او را انجام می دهم، حتی اگر به من ایمان نمی آورید به کارهای من ایمان می آورید، تا بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است و من در او. پس بار دیگر آنها می خواستند او را دستگیر کنند، اما از نظر ایشان دور شد. باز عیسی از رود اردن گذشته به جایی که یحیی قبلاً تعمید می داد رفت و در آنجا ماند. بسیاری از مردم پیش او آمدند و گفتند، یحیی هیچ معجزه‌ای نکرد، اما آنچه او درباره این مرد گفت راست بود. در آنجا بسیاری به عیسی گرویدند.